برادر گلومون کشیش الناتان عزیز باز هم تشکر میکنیم از محبت شما از اینکه وقت هاتون رو به کلیسای زندگی تازه دادید متشکرم برادر گلم عزیزید عزیزید دوست داشتنی هستید علاقه داریم به شما خدا شب بکنم که قرار آسمان با هم باشیم تا ابد <متده> سلام میکنم به همه عزیزان درود بفرستم خوشحالم که یک ما گذشت به 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 زیباتون رو میبینم اون هم که تصویرشون نیستش که چکار کنیم فقط با ایمان اینجوری میکنیم <متده> و ای تبریم میگم پنتیکاس رو البته هر روز پنتیکاس میتونه باشه و هر روز میتونیم از روی خدا پر بشیم من یادم بعد جهان کشیش جهان خواهر نصرین <متده> حدود 42 سال پیش اصلا نمیستم رو چیه ناگهان دوستان گفتن که الناتان داره به زبانها صحبت زبانها چیه؟ ولی حضور رو قدس در این سالها با من بوده خدا رو شک بکنم و دعا میکنم که واقعا در این روزهایی که کلیسا به اون احتیاج داره که از روح خدا پر بشه ما هر آن این خواهش رو بکنم میدونید خیلی چیزا در دنیا اتفاق میفته ما نباید تعجب کنیم کافی کتاب ما رو بخونیم این اتفاق رو اتفاقات رو شاید ببینیم شاید اگر تصویری از خدا داشته باشیم که ما صحبت میکنه شک نکنیم و نترسیم آمین, آمین. بله آدم ها میان میرن هللویا منم میرم شما هم میرید ولی کجا میرن مهمه آمین. من دوشنبه در برنامه سیمای مسیح گفتم در جامعه با میگه وقتی برای تولد وقتی برای وفات ها راجب اینم صحبت میکنم فردا که تلویزیون افغان ولی مهم اینه کجا میریم خدا رو شک. ما میدونیم کجا میریم آمین هللویا ما میدونیم کجا میریم هللویا من نمیتونم منتظر باشم که برم به حضور خدا چیزی که من اینجا نگه داره کار او هستش و خانواده و شما عزیزان که داریم خدمت میکنیم ولی امروز فردا پنجاه سال دیگه صد سال دیگه هر موقعی که خدا در نظر داره برای من که صد سال نخواهد بودش ولی ما میریم به حضور ابدیمون من میخوام ما رو تشویق کنم که توجهمون رو به این اخبار نذاریم من دلم میشکنه وقتی میبینم ایماندارا شروع میکنن جو گفتن درگیر شدن اینو شیر کن اونو شیر کن خب اخبار گفته چی شده دیگه چرا ما این کارو میکنیم بریم انجیل بگیم آمین هللویا زیبا خواندن نانسی شاگرد دیروز من و امروز خدا رو میسرای میگه از قدوس مرا پر بساز میخوام چند لحظه دستامونو بلند کنیم هللویا با کشش جهان و بگیم خداوند بیا من رو پر کن آه. ای رو قدوس بیا من لمس کن من به لمس صدا تو رو بلند بکنید در جایی که هستید بگید بیا من لمس کن ای رو قدس عزیز من احتیاج دارم به تو ای خداوند بگید من تشنه حضور تو هستم بگید من منتظرم بیش از هر وقت دیگه ای ایران به تو احتیاج داره ای رو قدس عزیز من احتیاج دارم خانواده من احتیاج داره کلیسای من احتیاج داره ای خداوند عزیز بیا و بارا پر کن لمسی تازه مسی تازه من لمس کنه ایرو قدس که اون رو لمس کنه شاید اصلا ما موزه نکردم بیدیم ایرو من لمس کنه هللویا هللویا لمس کنه ایرو لمس کن تشته وجود تم تشته حضور من مثل آهوی هستم که تشته آب ای خداوند عزیز من مثل کسی هستم که در این جهانی که پر از سر و صدا است خداوندا آمدم به حضور تو میگم با من صحبت کن من لمس کن من لبریز کن و از من جلال پیدا بکن تو رو شک بکنم ای خداوند ایسای زنده تو نیاز من ما کلیسا و ایران ما هستی افغانستان ما هستی خداوند عزیز اگه کسی قرار ایران رو عوض کنه توی خداوند عزیز چون تو من عوض کردی من میدونم که میتونی ایران رو عوض کنی من میدونم برادرم جهان گفتن چگونه عوض شدن تبدیل شدن من میدونم که وقتی تو وارد بشی ما عوض میشیم قاتل تبدیل میشه به فرزند تو خداوند شخصی که مشکل اخلاقی داره زندگیش عوض میشه کسی که نامید افسرده است مستربه زندگیش دیگرگون میشه ای رغدوسف بیا منو لمس کن رغدوسف بیا منو لمس کن من احتیاج دارم بی خداوند لمس کن مرا لمس کن مرا و ما را لمس کن در این ساعت که با هم هستیم ای خداوند این جلسه و این رو به دستای تو میسپاریم رغدوسف توام کنه از طریق کلامت با ما صحبت کنی تو گفتی این کلام روز موزه کنه ای خداوند عزیز من نمیدونم که عزیزان تو چه شرایطی هستن تو گفتی این کلام بیار پس خداوند کلام علم بفرست کلام نبوت بسه ب... بفرسته خداوند حتی ایزان هم اونجا که هستن چنان حضور تو اونها رو در بر بگیره خداوند از مشکل خودشون از درد خودشون از استراب خودشون بیرون بیان و متحول بشن هللویا چون تو زنده ای از فردا نترسم ای خداوند در نام قدوس و پر جلال عیسی مسیح زنده کلامت رو برکت بده هللویا هللویا شکر شکر عیزان ما آدمایی نیستیم که دنبال انتقام هستیم خدا انتقامشو انتقام بگیره ما خانده شدیم که نامو رو جلال بدیم آمین به حال میدونم شرایط که وجود داره مخصوصا برای عیزان که تو ایران هستن خیلی سخته ولی خدای عادل نشون میده در یک کرفتال ای نمیتونه همه چی تغییر کنه همه چی میتونه تبدیل بشه ولی ما اینجا نیستیم که زندگی فقط بهتر بشه امیدوارم بشه امیدوارم یه ماشین ما بشه دو تو ماشین ماشینی که مال خودمون نیست بعدا مال خودمون بشه خونه که نداره بالا خود چون بهتر میتونیم خدمت کنیم چون بهتر میتونیم زندگی کنیم خدا مشکل نداره ولی مرا زیستن مسیح است هللویا مرا زیستن مسیح است مهم نیست کجا زندگی میکنیم و چگونه تو چه شرایطی هستیم مهم اینه که برای او زندگی کنیم آمین حال دعا میکنم که یک ماه گذشته که در خدمتتون نبودیم حضور خدا با شما بوده متعلمه از فرزا نشیبا عبور نه اگر من به شما گفتم که ما گذشته دکترها گفتن که شاید دختر ما سرطان داشته باشه و حتی جراحی بکنم وقتی اومدم خونه من گفتم نه پذیرم روغن برداشتیم دعا کردیم <تصفح> قبلا مادرم از سرطان رحم شفا پیدا کرد میگه من سرطان رحم شفا میگه ما رحم آقا بگو رحم <تصفح> شفا پیدا کرد و بعد گفتیم نه پذیرم روغن دعا کردیم نهیب زدیم من اینجا و با قوت رفتیم بیمارستان خودم باهاش رفتم عمل کردن اینقدر ازش برداشتن و همه چیو چک کردن تقریبا دو سه هفته بعد دکتر گفتش که خوشبختانه خبر خوبی که هیچ چیزی درش نیست هللویا ما همه اجازه داشتیم اتفاقا نازنین با بتنی رفتش من نشستم خدمت کردم گفتم نازنین من و تو جلسه باشم میشه تو باش بری و اومد خبر خوب دادن قهوه گرفتن و خیلی خوش گذشت هللویا خدای ما امروز دیروز تا ابد با است ما میدونیم به کی ما رو جلال برنامه خداوند ما عیسی مسیح من اینو کم و بیش میبندم باز میکنم چون بعضی وقتا این اپل تیوی وی ما میپره این میخوام صحبت کنم با شما شما قادری از استرابتان خلاص بشید بگید من قادرم ایران قادر از استراب آزاد بشه و رها بشه اگه مسترب هستید میخوام اینو می بهتون بگم بعد از این پیغام شما امید پیدا خواهید کرد که لازم نیست من مضطرب باشم لازم نیست من بترسم لازم نیست که من نگران باشم چون خدای من این کار را انجام میده که به من امید میده امروز بسیار از مردم هستن شد ما هم باشیم ایمانداران هم میبینم که مستره و فردا چی میشه و با استراب دست و پنجه نرم میکنن بسیار هم هستن که سوالشون از خدای که یا از شبانشون اینه که چطوری من میتونم از این موزل خلاص بشم استراب هست برای منم هست برای شما هم هستش در هر حال که هستیم هستش و چطور میتونیم رها بشیم خانم جونی اکسون شاید ایشونو میشناسید خادمه نویسنده و واعظ شناخته شده هستن هنوز در قید حیات هم خوشبختانه همین نزدیکای ما هم میکنن بعد بریم یه وقت بگیریم پیداشو کنیم ببینیمشون در سین جوانی که با خواهر خودشون به قصد شنا کردن رفته بودن در, در دریا شنا کردن حرفا زودتر از خواهرش با اسپیدو میره و میرسه به اون محل وقتی شیرجه میزنه به آب شاید بعضی داستان داستانو سرش میخوره به انتهای آب زمین و به سنگ اصابت میکنه دختر جوان شاید 17 18 سالش بوده کمتر بیشتر و در دم از گردن به پایین فلج میشن من ایشون ندیدم ولی یه خواهری داشتیم که سالا خدمتشون کردم درس دادم ایشون با یه پشه از گردم پایین فلج شده بودن خیلی سخت بود میرفتیم هر چارشه براشون دعا میکرم اینه چوب خشک روی مب خوابیده بود و غیر و زالک به حال زندگی ایشون خانم جونی رکسون تحت کتاب به نام برج سربلند شاید بتونید پیدا کنید تو اینترنت تو ایران ما داشتیم بزنید برج سربلند ترجمه شده که میتونید اونو بخونید و از سرگذشت ایشون با خبر باشه فکر کنم مجله خوب کلمه با ایشون زندگی نوشته بودش ایشون سال هاست که در ناتوانی جسمی به سر برن و در زمینه استراب چی میگن میگه خدا خوب گوش کنید که خانم که از گردن پایین فلجه حالا بدن ازدواج بکنه فردونشی باشه نمیخوام تعریف کنم ولی میگوید خدا بیشتر به دنبال اینه که من رو شبیه خودش بسازه دنبال نیست منو شفا بده دنبال نیست منو پولدار بکنه میکنه بعضی وقتا خیلی از وقتا میکنه ولی میخواد من شبیه او بشم چه فایده با پولدار بشم خونه زندگی داشته باشم ولی شبیه او نباشم چه درد بخوره تا بسازه تا اینکه مرا در حوزه های زندگی خودم آسایش بده خدا بیشتر به ویژگی های درونی من علاقه من تا شرایط ظاهری من بین نظیر رسیده من هفتاد سالش رو فکر کنم خانم چهرهای چیزهای مانند اصلاح ایمان من فروتنی قلبم پاکسازی زندگی فکری و تقویت شخصیت روحانی من هللویا بعد از سالها ایشون اگه تصویری ازش پیدا کنید تو گوگل ببینید که به رنگی یا قلم رو دهنش داره نقاشی میکنه یکی از بهترین کارت پستال های مسیحی رو بیده بیرون و میخونه میخونه میبرنش با ویلچر این برابر میخونه و خدا رو جلال میده خدا به دنبایی آقای نیکویچیچ کی بیشتاسه نیکویچیچو ما دیدیمش نزدیک باشه عکس گرفتیم اح... یه آقای استرالی هستن جوان از چهار دست و پا محروم وقتی اح... به دنیا آمده محروم بوده با هم عکس گرفتیم با هم ملاقات کردیم به هتلی، گفت به نازنین گفت منو بغل کن چون نمیتونه بغل کنه به شما میگه منو بغل کن بغل کن الان چند تا بچه داره ازدواج کرده ولی از بد به تولد از چهار دست و پا محرومه امروز سخنران و خادم شناخته شده است و در کلیسای اسپانیایی که ما هستیم بعضی از ایزان استخدام تمام هستن برایشون با ویلچه میبرنش این می بغلش میکنن میزارنش بر می توی اینستاگرام من هستش نگوی که کجاها سخنرانی میکنه پیش رشورا میره پیش رؤسا میره مخصا بین جوانان و بچه ها میره که به اونا بگه شما چقدر مهم هستید در این رابطه چی میگه آقای نیگوی چیش میگه ما ممکن است مطلقا هیچ کنترلی بر آنچه برای من اتفاق میافتد نداشته باشیم هر کاری میکنیم اوضا بهتر نمیشه شاید جسم بهتر نمیشه شاید, شاید زندگی بهتر نمیشه اما میتونیم نحوه واکنش خودمون رو کنترل کنیم عکس عملی که به شرایط نشون میدیم میتونیم کنترل بکنیم اگر نگرش درستی رو انتخاب کنیم به من داره میگه به شما میگه اگر نگرش درستی رو انتخاب کنیم میتونیم بر هر چالشی که با روبرو هستیم غلبه پیدا کنیم نیکویچوش کارای میکنه که من نمیکنم تو دروازه ما میسته فوتبال گل میزنن میخوام بزنم میگیره میره روی در واقع اسکیت روی آب میره که من تو اون نرفتم هواپیما فرود میاد پای, پای. اصلا کارهای عجیب غریب میکنه شما میتونه قلعه پیدا کنیم خیلی از ما یک دونه کوچولو هم اندازه نیکویچیش در شرایط بد نیستیم ولی چطوری میتونیم در شرایط بد ما پیروز باشیم بیاید با هم اعتراف بکنیم قبل از که بریم جلوتر کلام خدا در رابطه بررسی کنیم بیم اعتراف کنیم که استراب از جانب خدا نیست من نمیشنم ولی خدا میشنمه بگید استراب از جانب خدا نیست و چون از جانب خدا نیست من به نام عیسی مسیح اون ردش میکنم اگه همین الان استراب دارید مستره به دیگران میترسید بگید من از خودم دورش میکنم از این محیطم دورش میکنم برو بیرون برو بیرون خانوها قشنگ برادر خونه رو گردگیری کنم برو بیرون برو بیرون به نام ایسای مسیح اما بسیار استرس ها و استراب ها به عنوان بخشی از زندگی ما هستن هم که گفتم پروازم دیر نشه پروازم برسم ملاقات دارم برم میخوام کلیسا موزه کنم بعد از جهان خانسی گفتم بیا به موقع خب منتظر هستیم نه ولی بسیار از این گونه افراد بدون اینکه بدونن چگونه از شر قاتل یه قاتلی هست به نام استراب رهایی پیدا کنن سعی میکنن آن رو مدیریت کنن و روز به روز با آن زندگی کنن شما نباید با استراب زندگی کنید استراب در جایی که خانه خدا هست معبد رو جای جایی نداره این نگرش منه نسبت به بیماری میگم خداوند مگه نگفتی که زندگی من معبد رو پس بیماری در من جایی نباید داشته باشه نمیپذیرم ردش میکنم دکتر میگه قرصو بخور این کار بکن میگم به نام عیسی مسیح خداوند من شفا رو از تو میخوام نمیگه قرص نخور دارو نخوره ولی نمیپذیرم چون من معبد روح هستم اگه استرا تو زندگی منه جای نداره برای چی باید باشت دو کنار بیام چرا باش با صحبت نکنم به نهیب نزنم که بره من فرمان میدم به نام عیسی مسیح اما استراس و استراب و تمام چیزهایی که با آن همراه هستیم از یک ریشه نشت میگیره یک ریشه ای داره هر چیزی تو زندگی من ریشه داره ما اینجا هستیم چرا چون تشنه حضور خداییم نه ریشهش اینه بعضی کنشکاون بعضی دوست دارن و ها ببینن چه خبر تو کلیسا من رفتم کلیسا و شخصا با کنشکاویم نجات رو پیدا کردم ولی بیشتر وقتها ما یک ریشه تو زندگیمون هست اگه نارام هم یک ریشه داره اگه خصیص هم یک ریشه ای اگه خوشحال داره اگه امیدوارن یه ریشه ای داره نه ای گفتید که ریشه استراب چی هستش نمیدونم اگه میکروفون رو باز میکنه تو جلسه یا نه بعدم نمیاد بشنوم با قول بعدایی که دیروز تو کلیسه ما صحبت گفتم دوست دارم از شما بشنوم ریشه استراب چیه ای گفتید ترس سلام هفت. کی, گفت. کی گفت؟ من گفتم خواهر نوری هستم درود بر شما درود بر شما درود بر شما درس ترس ترس, ترس در زندگی هیچ ایمانداری جای نداره آمین بگی ترس از بعد دور شو میدونی مردم از چیا میترسن آبروم نره <applause> عمرم داره میره بالا کسی نیست دور برم باشه بازش از شدم چیکار کنم چند با پیشی که خادمی منو کشید کنار گفت ولنتون تو ده سالگی نمیتونی موعظه کنی عاقبتت چی میشه بازش از داری نداری خیلی ممنون از لطف ایشون ولی واقعا ترس تنها بودن ترس از راهندگی یادم در ایران که شیش هایک از خارج میمدن میگفتن که اگه به آمریکا بعضی خونه ها چند تا قفل داره مال ما دو تا داره ناچار گذاشتن ولی من معمولا نمیبندم یک شد ولی چندی قفل داره مردم میترسن ترس در خانه اگه زندگی گیمانده جای نداره روح ترس همان روح مرگه بار عزیز بنابراین نمیتونیم اجازه بدیم که شما را تحت کنترل در بیاره آمین مسیح گفت نترسید به شاگردان گفت نترسید وقتی در قایق مستره بودن طوفان شده بگفت نترسید توبیخشون کرد و بعد ببینیم به همین دلیلی که نباید بترسیم یا نترس در کتاب و قلص صد بار آمده صد بار اسم من چهار بار اومده الناتان ولی ترس صد بار اومده نترس ترس از من نیست و چیزای شبیه این وقتی خداوند صد بار راجع به ترس داره صحبت میکنه پس یه هدفی داره اولی که همیشه مردم میترسن همه در مرز ترس و استراب قرار میگیرن و اینکه دیدگاه خدا چیه دیدگاه خدا راجب به زندگی من چیه دیدگاه خدا راجب به ترس چی هست خدا چی فکر میکنه بنابراین اگر ترس ما رو عذاب بیده چیکار باید بکنه کوتا راجبش صحبت بکنم سریع راه برای از بین بردن ترس از زندگی ما اینه که بر محبت خدا تمرکز کنیم آمین اصلا عجیب و غریب کارهای خدا خدا میگه به جای که تفکر تو بر این باشه که ترس از زندگی تو چجوری میره بری بره, بره پیش روانشناس بری پیش کتابایی که وجود داره راه ها و فیلم که وجود داره بر محبت من تمرکز کن وقتی به محبت خدا تمرکز میکنیم ترس استراب و نگرانی از بین میره امتحان کنیم ده روز ده روز امتحان کنیم یه هفته امتحان کنیم برد لاتانی یه از آمریکا آمده پیغام داده گفته ده روز بر محبت خدا تمرکز کن بیاد بیا خدا چگونه تو رو محبت کرده بیاد بیا چگونه او گفته من محبت هستم به غیر و یک آیه ای هست که نسبت دومش اکثر ما بلدیم که در اول یوحنا باب چهار و رسول محبت کسی که اصلا محبت نداشت بعد از جهان کسی که با برادرش پسران رد بودن مامانش به برسادن گفتن برو پیش عیسی پارتی بازی کنی که مومن بر بشی دیگه ور بشینه میگفتن که بگید بگی آتش از آسمان بیفته مردم بمیرن اصلا محبت نداشتن ولی بعدا کلام خدا میگه که او شاگرد محبت نزدیکترین شاگرد به عیسی سرش رو سینه عیسی ای جانم دوست داشت سینه ایسا بذارید میذاشتش در رساله اول خودش باب چاره میگه ترس در ما جای نداره در محبت ترس است. عبارت اصلی که در یونانی به کار رفته به جای محبت عشق هستش ما ایرانی ها خیلی عشق دوست داریم در عشق ترسی وجود نداره اما محبت کامل ترس رو از به میبره کلام خدا میگه زیرا ترس شامل عذابه اما کسی که میترسه در محبت یا در عشق کامل نشده من میخوام به جای عشق ایسا رو بنویسید در ایسا در مسیح ترس جای وجود نداره چون خدا عشق هست دیگه نه در مسیح جا... خب مسیح کجاست؟ تو قلب منه تو زندگی منه تو خونه منه تو اتاق منه نه ایسا با منه پس نداره مثل که یه بچه بیاد دست باباشو بگیره چی میگی؟ بابا ما منه <تص> من نمی ترسم از چیزی حتما اینجوری دیدید نه یا بچه شما مادرشون بگن چون مادرم با من اصلا چی نمی ترسم قوی دارم بهترین رو انجام میدم به همین شکل خدا محبت ما ما ترس رو نمی به همون اندازه که عذاب ترس استراب و نگرانی میتونه چالش برانگیز باشه با محبت خدا هم همخونی نداره برای همینی که یوحنا میگه کسی که میترسه هنوز محبت خدا رو نشناخته در محبت خدا کامل نشده پس ما چیکار کنیم میدونید ما باید بیایم چیکار کنیم تمرکز کنیم به محبت خدا رو تمر... فکر کنیم چگونه خدا محبت چگونه خدا ایوب رو محبت کرد چگونه خدا استر رو محبت کرد چگونه خدا اینو محبت کرد اونو محبت کرد و بعد یاد بگیریم که خدا کارش همینه نه فکر ما تبدیل میشه استرابا حمله میکنن ترسا میان نگرانی میان ولی چون من از محبت خدا پر شدم در من جایی پیدا نمی کنم وقتی تمرکز شما بر خدا به عنوان پدری مهربان که به شما اهمیت میده و میخواد شما موفق بشید باید شما در صندلی عقب قرار بگیرید فرمان زندگیتون رو به دست خداوند بسپارید یادمه که اولی بار که به کلیسا رفتم دسامبر 1982 و که بر ادوارد مرد جوانی که از ارومیه اومده بودم مواظبه یک هفته مواظبه کردم خبر نشدم اون روزی که من رفتم بچه که هفته گذشته خودکشی کرده بود ناراحت بود شاید قبلا گفتم از زیر نام توزیع ایزا هم مصابه کردن از گیشان تا سرسبی تو اتوبان میرم گفت خدای تو کجایی چرا نیستی شنید که خدا پدره خدا پدره و تو رو دوست داره شنیدم اولی بار کلیسا رفتم فکر که تصادفی بود برای من نه من نمیدونستم خدا محبته و کم بود پدر داشتم اگه فهمیدم خدا پدره و محبت قلب من رو کلام خدا لمس کرد افکار ترسناک که به ذکر شما خطور میکنه او رو به سادگی با بیان کلام زنده خدا از دهان خودتون از زندگی خودتون نهیب بزن و بیرون کنه و کلام خدا میتونین پس این کتاب و باید این نیست که من اینجا بذارم دارم اونجا چند تا دارم کتاب از ایزان که بیام بهشون میدن اینجا دکار نیستش برای اینه که من بازش کنم و محبت خدا رو تحقیق کنم و بشناسم دوم قرنتیان ببین دو تا آیه دیگه نگاه کنیم حتما این کار بکنم من ترجمه 1009 استفاده میکنم دوم قرنتیان فصل ده رساله دوم قرنتیان به یاد به ب... قول زندیات کشیش آرمان رشدی من از رساله اول قرنتیانه دوم قرنتیان باب ده آیه چار و پنج میگوید چرا که اسلحه ما جنگ ما دنیاوی نیست اسلحه جنگ یک ایماندار مسیحی دنیاوی نیستش بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام چی هستیم؟ دشها هستیم قلعه ها هستیم ما استدلال ها استدلال ها و هر ادعای تبکر تکبر آمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم میکنن ویران میکنیم نمیگه خدا میکنه رو این کاره میکنه بله خیلی کارا رو خدا میکنه رو میکنه من نمیتونم انجام بدم میگه ما این کاره میکنیم چرا پولس هم چه اطمینان داره تا فکر چطوری شد که پولس بی نجه رسید میگه ما هر ادعایی که به ضد ماست میخواد ما مسترب بکنه میگه تو به درد نمیخوری تو زن ها فایده شدی تو نوعیمان هستی تو گذشتت بد بوده تو بی سواد هستی من نهیر بی زنم و نمیپذیرم این هدام میکنم از بمیبرم و هر اندیشه ای را چه اندیشه ای الان هست که به ذهن شما بلند شده شاید خودتون راجع به خودتون دارید میگید شاید دیگری گفته شاید پدرتون گفته مادرتون گفته همکلاسیاتون گفتن هر اندیشه ای را چه مثبت چه منفی به اطاعت از مسیح اسیر میسازیم من در میارم میدم به عیسی عیسی مال توه هللویا هللویا شکر او میدونه چرا چند تا چیز هست میخوام تو می اولین قدمی که برای رها شدن از استراب ما برداریم اینه که از دانش ذهنی به دانش قلبی از خصوصیت خدا منتقل بشیم مسیحیت امروز مسیحیت جوانیه مسیحیت غرب خیلی قدیمیه ولی مسیحیت ایرانی و افغان که من غالبا میدونم سی سال پیش در هندوستان بودیم و کلیس افغان شروع کردیم نه خیلی جوان هستش و چیکار بکنیم بعد ذهنیت خودمون راجب خدا رو را اجازه بدیم که به قلب ما وارد بشه خیلی از چیز تو ذهنمونه خدا محبت است بله به به آمین خب یعنی چی خدا محبت است دشمن خود رو دوست داشت بله بله چرا پس دوست نداریم ما چون فقط تو ذهن ماست یک تعریفیه یک چیزی که خوش و میاد هستش ولی فرق میکنه کسایی که تجربه کردید که فقط فکر کنید یعنی که در قلب شما جایگزین بشه بعد از اونه که آسون خواهد بود تا ما خدایی رو که خداوندی یا دانایی او را تایید میکنه رو خوب بتونیم در قلب خودمون جای داشته باش بدیم پس اولین قدم چیه فقط یک چیز تئوری نباشه یک چیز ذهنی نباشه بلکه یک چیز قلبی باشه میدونید برادر الناتان روزا چی فکر میکنه برادر چی از خدا میخواد دیشب تو خانه دعا دعا کردیم نه خدا من مکاشفه و شهادتی جدید یک ملاقات جدید به ما بده این دعای منه چند نفر از ما شهادت داریم بعضی از ما شهادت ها مال 42 سال پیش که ایمان آوردیم ولی آیا دیشب شهادت داریم از دیشب از هفته گذشته امروز صبح من دعا که خداوند ما رو کمک کن شهادت داشته باشیم ایران امروز فقط به سری تئوری ها احتیاج نداره همه میگن خدا مهربونه هر همه راهمینه، بهشت ها جهنم است ولی خیلی ها اون چیزی که دارن میگن باور ندارن ما هم جز اونا بودیم غیر از اینه خب چطوری میتونن اینو تجربه بکنن اولی که خدا بهشون مکاشفه بده دوم که در ببینن من چقدر دلم میشکنه وقتی یه عزیزی از دنیا میره میگم الهی روح شاد آخه جاش خالیه میگم چه فرق بین من ایماندار هست با اون شخصی که مسی نیستش اتفاقا به نظر من رفتن به حضور خدا مثل گراجویشن اونه ها یعنی چی یه عمر درس خوندی حالا فردا میخوام به شما گراجویشن بدن مدرک بدن بدال بدن یه فوتبالیست ساعت ها ورزش کرده غذا ها ها نخورده خودشو عادت داده به یک سری چیزی که نداشته که چی بگیره کاپو بگیره دیگه خب بنده که چلو خورده سال به من آوردم منتظر چی هستم آمه خدا ایران نجات بده بله منتظر چی هستم برای بله منتظرم که پاداش خودم از او دریافت کنم پس چرا ما داریم خدا رحمتش کنه روش شاد اتفاقا روح شاده شما میگی کشیش روح شاد نیست در آسمان شما شاد نیستش خود فکر ما بشه بریم جلوتر یک مطالعه عمیق در خصوصیت خدا به ما اعتماد به او رو میده چند تا چیزی میخوام بهتون بگم چهار خصوصیتی که قبل نگران و مستره بودن ما رو متحول میکنه اینا هستن یک چه دارایی در خدا داریم یعنی چی خدا در کنترله خدا در کنترله نه وقتی موسی را مادرش به خاطر ترس گذاشت توی سبد رای کرد تو آب تو رودخونه خداش کار کرد خدا ازداد که دشمن اون دختر دشمن اون فرعون دختر فرعون رو برداره بزرگش کنه بره تو کاخ بزرگ بشه دل زد به دریا مادر بچه رو گذاشت تو نهر در... رودخانه ولی خدا از دشمن استفاده کرد از خدا در کنترله دوم حکمت درهای خدا حکیمانه است آمین ترهایی که خود داره عجیبه عجیبه من دیروز واعظی که داشتیم یه مادر راجع به علم و اینا صحبت کرد در یه بر... قسمتی از کلام خودشون و گفتن که ما چطوری آفایده شدیم چه خصوصیات داریم امروز صبح کلیپی دیدم رگایی که تو بدن ما هستش گاهی وقتا ما اینو نمیدونیم که خدای ما چگونه حکیمانه داره عمل میکنه شما فکر نکنید که اگر یه کسی تو عمر دنیا میفته میمیره یه کسی شب رژیمش عوض بشه مثل رژیم رومانی که از ایران برگشت و هم موقع اعدامش کرده و کمونیست و افتاد خدا بیکارش خدا در حکمت داره کار میکنه خیلی از ایرانی ها و افغان ها چون به خارج رفتن و رو بردن سخت بود بله دشواره بله باور کنید من از 32 سال هنوز فکرم تو ایرانه میگم آخش ایران دل تنگ شده ولی خدا با حکمت خودش داره کار میکنه نکته بعدی وفاداره خداوند وعدای خودش رو در زندگی ما به اجرا میرسونه اینا ما بدونیم که اگر بدونیم قلب ما پر میشه از این حقایق و استراب در ما جایی نخواهد داشت و خدا چیه محبت همه چیز رو خدا از طریق محبت خودش منتقل میکنه و دیگرگون میکنه هللویا بله بنده کوچیک بودم پدرم در تصادف مرد خواهرم مرد هنوزم بهشون خالیه ولی باعث شد که من به حضور او برم اشتیاق پیدا کنم که خدا رو پیدا کنم سخت بود هنوز هم سخته ولی خداوند با محبت خودش همه چیز رو تبدیل میکنه چند نمونه رو میخوام از کلام خدا به شما بگم که با ایمان در چنین شرایطی که استراب به ما حمله کرده میتونیم ازش استفاده کنیم و بیان کنیم میتونیم بنویسید چون نمیخونیم چند نمونه خدا در کنار منه هللویا مزبور 118 مزبور 118 آیه 6 118 6 ابرانیان 13 6 مزبور 118 آیه 6 ابرانیان 13 6 خدا در کنار منه پس وقتی استراب بیاد سراغ شما حمله میکنه ترس میاد شما با این کلام میتونی اقرار بکنید اصلا نمیترسم استرابیگه چه نمیترسی؟ من تو رو ترسوندم برای که خدا کنار منه بعدا اون کشی سقراطی قشنگ وقتی خدا کنار ده، همون ماتم نداری از آنجایی که خدا با منه چه کسی میتونه به زده من باشه؟ نکته بعدیه پس اگه خدا با منه خدا کنار منه چه چیزی میتونه به زده من باشه؟ رومیان 8.31 رومیان 8.31 و, و کسی که در منه از کسی که در این دنیا است. چیه؟ خیلی بزرگتره هلیلویا خدا کنارمه هیچ که نمیتونه به باشه و خدایی که کنار منه با من هستش از اونی که در دنیا داره عمل میکنه بزرگتره اولی یوحنا چهار چهار اینه با میگه اولی یوحنا چهار چهار پس اینا چند تا نمونم کشیش جهان خارنسرین بیشتر از اینا میتونم به شما بگم و گفتم کافیه بگردید خواهید دید که چگونه کلام خدا میتونه در این شرایط ما کمک کنه وقتی میدونیم خدا شما رو دوست داره و اجازه میدید که محبت خدا بخش های زندگی شما رو پر کنه اقتصادی رابطتون با همسرتون با پدر مادرتون با بچهاتون با خوهر با مشکلات اقتصادی و همه چیز اینا ترس نمیتونه در ما باقی بمونه کلام خدا میگه قوم من راجع اسرائیل میگه اون موقع قوم خدا قوم خدا اسرائیل بودن نه میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدن میدونی که ما از بین میریم ما که تا ما اصلا نمیدونیم شیطان مشکل نداره شما کلیسا اصلا هم مشکل نداره مشکل نداره شما پیک بگیرید خیلی هم خوبه خودش هم بیاد اونجا کباب بخوره شیطان اصلا مشکل نداره که شما چیکار میکنید شیطان مشکله وقتی شما میفهمید خدا کیه برای شما چه فکری داره و من دعا منه برای کلیسای فارسی زبان برای خودم برای خانوادم برای بچه‌هام برای کلیسایی که خدمت میکنم که ما بدونیم که خداوند برای ما چی در نظر داره استراب و ترس و نگرانی دیگه در ما نباید داشته دو باشه دوم یاد بگیریم که فکر خودمون رو اسیر مسیح کنیم درسته آیاشو خوندیم یاد بگیریم که فکر خودمون رو اسیر مسیح کنیم تمرین کنیم بعضی کارهای احتیاج به تمرین داره یعنی چی هر روز خدا وقتی استراب سراغ ما میاد اون رو به خداوند تقدیم کنیم بگیم مسیح جان تو اگه جای من بودی چی کار میکردی من فکر تو رو میخوام امسال سال 2024 در کلیسای ما رویامون همینه من فکر تو رو میخوام من میخوام مثل تو فکر کنم میخوام مثل تو احساس بکنم مثل تو میخوام رفتار کنم میدید چرا ما این کار رو چون به جای که بریم به حضور عیسی بگیم که من میخوام فکر داشته باشم خود رو سرگرم شبکه های اجتماعی میکنیم ای داده بیداد دنبال این میگردیم حالا دیگران چی میگن شما باید بگید دیگران چی کار بکنن نه اینکه به شما بگن چی کار بکنید شما رهبرید شما سفیر مسیح هستید شما دختر پسر خدا هستید کلیسا باید کار کنه که ایران عوض بشه افغانستان عوض بشه نه مردم دنیا بگن نه دولت ها بگن ما باید بگیم نه بنابراین افکار مستربانه میتونه خطرناک باشه به همین دلیل که ما به ما گفته شده که آنها را اسیر مسیح کنیم دو قرنتیان پنجده چیکار کنیم اونها را اسیر مسیح کنیم خداوندا به تو میدم تو بیا کنترل کن الان دعا میکنیم دست میزنیم رو سر خودمون دعا میکنه هر فکری در سر داریم آزاد باشن در, در اوقات فراغت بیان به شما حمله کنن هرگز بلکه در عوض اونا رو باید به مسیح بدیم پس دومین کاری که کار باید بکنیم اینه که افکار خودمون رو اسیر مسیح کنیم و مطیع مسیح بشیم سوم وعده های خدا رو به قلب خودتون اعلام کنید آمین خیلی وعده ها رو خدا به قوم اسرائیل داده در زمان آخر چیکار میکنه دشمنان رو نابود میکنه ما همش اونا رو بیان میکنیم خدا برای قوم اسرائیل برای خدا رو کاری که خدا میخواد در اون قوم بکنه ولی خدا ایران که فراموش نکرده که خدا که سایر اقوام فراموش نکرده که حالا که ما کلام خدا رو داریم باید بر زندگی خودمون اعلام کنیم اگر خدا در اسرائیل این کار کرد اگر خدا در این کشور این کار کرد در اینجا این کار کرد در زندگی منم میتونه بکنه پس باید در زندگی خودمون اعلام کنیم ما نباید در تسخیر افکار بعد متوقف بشیم ما باید به سمت از حقیقت به قلب و ذهن خودمون حرکت بکنیم پس لبان ما اینجا نباید بیکار باشه لبان ما نباید چیزای منفی رو بگه کار ما این شده اینقدر من اذیت میشم نمیخوام برم صفات اجتماعی مردم جوکای رو میگن که دیگران گفتن هه 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 رفته تو جهنم با اینو اوکی کار ما اینه نه باور کار من این نیستش امیر جهنم خب متاسفم خودش انتخاب کرده مردم خلاص میشن خب ما خوشحالیم خلاص میشن ولی خدا که عادله بعد راجع به این مسئله فکر کنه و عمل کنه کار من اینه در این شرایط بعضی کار باید انجام بدیم میبینم ایزان میرید در بیرون پلاکارد میگیره اعتراضشون میدیم بله بعضی کار رو بکنیم مقصد به اهل ایمان خودمون ولی خیلی از چیزا باید در دست خدا باشه کلام خدا میگی در اشعیا 54 هفته اشعیا 54 هفته هیچ سلاحی هیچ اصلایی؟ که بر ضد من باشد موفق نخواهد شد آمین اینو باید اعلام کنید من دارم یک دو دا نمونه به شما میدم بر لبان خودتون بر زندگی خودتون کمر دارید پادرد دارید بگید هیچ اصلایی به ضد من نمیتونه کار کنه من بعض وقتا این اعلاناتو میکنم بیشتر وقت این کارو میکنم مشکل مالی تو اجازه نداری که جلوی خدمت منو بگیری تو هر نداری که منو متوقف بکنه برای کاری که خدا تو زندگی من در نظر داره باید اعلام کنه و آیه بیاریم آیه بیاریم نکته بعدی خدای من تمام نیازهای منو نه بعضی از نیازهای منو تمام نیازهای منو برآورده خواهد کرد بر حسب اراده خودش بر حسب دولت خودش فیلیپیان باب چهارهای نوزده میگه فیلیپیان چهار نوزده پولس کجایی نمیگه تو زندان بعد پلیس حالا از زندان به بیرون بعد بگه خداوند من احتجاجات منو برآورده میکنه چطور میتونه بگه خداوند احتجاجات من, من برآورده میکنه تو زندان اون آرامش که داره اون آرامشی که داره خیلی از مردم اینا رو دارن اگه وقتا میگم خداوند از بگیر بده با ما دارن ولی چرا این آرامش رو داره برای که میدونه خدا آنچه که لازمه عطا کرده پس دکتر چهارم میگم کم کم تمام میکنیم پیامو فرد حکیم و خدا ترسی رو در زندگی خودتون پیدا بکنید تا موقعی که دچار مشکل و استراب قرار میگیرید به او بیان کنید اینا. خدا رو برای کشیشان رهبران خادمین مشایخ افرادی که قدیمی تر هستن بالغ شدن نظر روحانی خدا رو کشیش جهان دارید دوست داشتنیه یعنی خواهد نصیب میشه بعد از جهان از طرف یه ماچش بکنید اونجا آه ببین آه دوست داشتنیه بیان کنید اشکال نداره ناراحت بشید عزیزان تماس بگیرم بعد از جهان من میخوام با صحبت کنم نه حالا موقعی مصاحب نشید که میخواد بخوابه بگید وقت بدید با شما صحبت کنم ولی کسی رو پیدا کنید باش صحبت کنید مشکل اینجاست که ما میگیم ببین ما ایرانیت گفتیم صورت با سیلی ساخت کن کسی نفهمه اگه دن, دن 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 طرف طلاق گرفت دن, دن 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 طرف خودکشی ایماندار بود چطور شد برای که نرفتی با کسی صحبت کنی نرفتی بگی من درد دارم مشکل دارم اگه استراب داری شما محکوم نیستید منم داشتم موقعی که در ترکیه اینو ضبطش کردیم به زودی میاد بیرون عیزان دارن زنگی نامی من رو میکنن در ترکیه بودیم و بعد چهار ماه سه ماه یه بار گریش میکردیم و بعد ما پناهنده نبودیم ما رفته بودیم الهیات بخونیم اونجا و یه شد بر کشور بریم بیرون کتاشو دارم میگم رفتیم قطار وایستاد با نمیدونم قطار کجا وایستاده تاریک شب 24 ساله بود و بعد یه آقای اومد فارسی هم بلد بود یه دونه ودکام تو جیبش بود گفت رشبه بده گفتم آه, آه من رشبه نمیدم من ایماندار مسیح هستم پاسپورت گرفت پاسپورت نازنی گرفته بود اونجا نازنی هم تفلک خیلی مشکلات داشته اون موقع گرفته بود و بعد از ما رشبه میخواست اون موقع خیلی رشبه میگرفتم طرف تو مرز بلغارستان بود و ترکیه و 25 کیلومتر از مرز فاصله داریم ما ما فقط رفته بودیم گریش چکیش کنه بریم ما برگردیم به این گفتم ببین جوانم هستم 24 سال هم یعنی خام خام گفتم بهت گفتم از قطار میپریم پایین مثل فیلم های سینمایی در داشت همین ما این مهر می ما از ما رشوه میخواست پاسپورت هده گرفتم پایدیم از تو قطار قطار رفت پریدیم تو قطار بیرون نگاه کردیم من بجا سیاهه خدایا اینجا کجاست نگو 25 کیلومتر ما از مرد فاصله داره خدا برای شما نخواد که نمیخواد 25 کیلومتر ما پیاده رفتیم 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 پولم نبرده بودیم که از بارش رو بخوان ندیم یه چند دلار داشتیم این حرفا رفتیم در کلیسای زن توی دهکده گفتم یه نونی بده این زن بخوره تفلگی چیزی بدم هیچکی نبود جواب جا بده رفتیم یه خود بیسکویت گرفتیم و بادوم, خ... با بادو زمینی گرفتیم خوردیم و توی بیابون دیگه روز شده بود توی بیابون کاپشن لیه چر... لی من رو گذاشتیم اونجا روش خوابیدیم موضوع مال نزده اصلا روش خوابیدیم مورچه ها ما رو میدار کردن ماجرا تمام نشده بعد توی تو, تو فیلم که ایزان میزنن بقیش گوش کنه ولی گاهی وقتا اتفاقا میافته برای ما اتفاقای سخت ترین سوال هایی که خدا رو خدمت کردیم خدا رو پیروی کردیم برای ما خیلی مشکلات بوده ما انسان هستیم مثل شما هستیم خیلی سختی ها بوده توهین ها بوده میکشیم بهتون این کارو میکنیم اون کارو میکنیم در زندگی خصوص جنگیدن با وسوسه با گناه همه اینا بوده اما حضور یه نفر تو زندگی شما ما به انگلیسی اینجا میگه منتور مربی فکر کنم میشه به فارسی من سه منتور دارم با همراه خانمم هم چهار تا میشه در زندگی ما خیلی موثره که بره پیشش در دل کنه در این مای گذشت یه دوست هندی دارم برادر ما باشون همکاری میکنیم تو دو کار دوبله با ترجمه فیلم و از این چیزا اومد گفتم بیا اینجا که هم با هم چیزی بخوریم همین که بگم پروژه چیکار کرده وقتی صحبت کردیم خود از مشکلات گفتم ایمان داره ما رو گرفتن نمیدونم برادری به کما رفته دخترمون شاید بگم مشکوک به سرطانه گفت دعا میکنی؟ گفتم ای بابا بله دعا میکنم مگه میشه من دعا نکنم شروع کرد به من مشورت پس شما احتیاج به کسی صحبت کن با هر کسی نباید صحبت کنید ولی باید یک نفر تو زندگیتون باشه خانما با خانما آقایون با آقایون خیلی راحت علتش اینه که مشکلات خانما رو خانما میفهمن مشکلات آقایون رو میفهمن نه پس باهاش صحبت کنید و بخواید که در این مبارزه با که تو زندگی شما هست شما تنها نباشید به شما کمک بگید بگید من مشکل دارم من سختم ببرام برام اگر تنها باشیم وضعیت بدتر میشه خدا برای همین کلیسا رو گذاشته افراد داشته باشه که میتونن برای شما دعا بکنن و واقعیت رو به قلب شما پیشکش کنن بکشن و وقتی نیاز دارید حتی با شما دعا بکنن روح قدس ما را به جمعی راست دعایت میکنه یوحنا 16 13 میگه روغلوس ما را به جمعی حقی... راستی و حقیقت ها هدایت بکنه اما توسط خادمیش هم این کار میکنه نه؟ من میخوام که چند لحظه دعا بکنه میتونم ادعا بدم ولی میدونم که دم تو... زیاد توبت بکنم چند لحظه دعا بکنه هی فکر که بگیم بله آمین به بچه موزه چه پیامی چه حقیقتی بله تو هم از شما کلام خدا میگم ولی مهم اینه که از اینجا که میریم یه واکنشی به کلام خدا نشو. شما خیلی خوبه هر هفته خادمین مختلف بیان اینجا براتون مونزه میکنن چه پیامایی میشنه بعض از اینا مثل کشیش شبان من بودم معاونش بودم افراد خیلی بزرگی بردارم ما مخوف هستن همسرشون لوئیس هستن و دیگر من دیدم که تشریف میارن ولی مهم اینه که واکنششون بدیم ما نمیخوایم کله بزرگ بشه بزرگ بشه بزرگ بشه میخوایم که دفعه بعد که کشیش میاد دفعه بعد که شبان خودمون رو میبینیم دفعه بعد که با ایماندار هستیم تستومنی داشته باشیم شهادت داشته باشیم من مسترب بودم من میترسیدم من نگران بودم خدا عمل کرد آمین مشکلات ما سختی ما بستر است برای که خدا جلا پیدا بکنه بستر است که خدا در اون جلا پیدا کنه خدا من مریضم میخوام جواب پیدا بکنه خدا من مشکل زناشویی دارم میخوام جواب پیدا کنه مشکل مالی دارم میخوام جلا پیدا کنه میخوام خدمت کنم نمیتونم میخوام جواب پیدا کنه. بیایم پس هر فکر رو به سرعت مسیح در بیاریم با کشی جهان کشی نسرین عزیز هللویا دستاتون رو بلند کن شد دست رو, رو سر خودتون بذارید حتی خودتون فرمان بدید بگید استراب ترس نگرانی من تو رو پذیرم تو در من جای نداری همین الان به تو فرمان میدم به اون اقتداری که به من دادی در نام ایسای مسیح زنده ای خداوند ای استراب ترس و نگرانی از من دور بشید تو را به جهنم میفرستم تو در قلب من در زندگی من ولکام نیستی هیچ جایگاهی نداری هرچی اسمش هست استراب در اینکه حالا مسیح شدم خانواده من چی میگن ایزانی هستید که مدتی به مسیح ما آوردید ولی میترسید که خانوادتون بفهمه چه اتفاقی برای شما میفته مهمی, مهمی نیست مهمی که خدا چی میگه بعضی از شما هستید که استراپ های دارید بگید به نام عیسی مسیح نمیپذیرم و من میخوام در عوض رول قدوس تو در افکار من در قلب من در زندگی من جایگزین باشی بیا منو به جمعی راسته دهت بکن تو را میپذیرم ای خداوند متشکرم اقرار میکنم در این آخر که اونی که در منه یعنی تو عیسی مسیح که اونی که در منه از اونی که در این جهانه قویتر و بزرگتره اگه مشکل مالی باشه اگه مشکل خانوادگی باشه اگه مشکل اجاره باشه فرق نمیکنه کار اداری باشه تو برتری تو بزرگتری پس تو رو جلال میدم هللویا در نام عیسی مسیح زنده چند لحظه او رو شک کنیم و دریافت کنیم میپذیرم ای خداوند هللویا میپذیرم ای خداوند عزیز دریافت میکنم در نام عیسی مسیح کشی جان لطفا خودتون ما در خدمتتون هستیم هللویا هللویا Hallelujah, show sure of for that one.